یار جانی یار جانی. نگاه مرغ ما آیی میکنم من. اسفحک این زمان قدیق ما به چه بودم اینجنا چیز بوده، میگفتن دریا بوده، خانه ها او طرف بوده، اون ماشین لانکوز ماشین شما نگاه از همونجا به او بر خانه بوده و اینجا دریا بوده. او زمان قدیم اسفحک نبوده، چیروک اولش بوده. چیروک و مردم دیگه کم کم وقتی اینجا آبش بخوز یا سمت عباس ها در کاله بوده آب برده دیگه اینجا تخلیب شده آبا. اینجا خود بافت قدیم اسپاکه در واقع بافت قدیمه. برای چی اینجا اینطوری متروکه شد؟ اینجا به خاطر که همون زمان 57 زلزله کرد دیگه مردم هم رفتن اون طرف و الان خانه های چند تا 10-15 تا ساختن، مردمی توریست ها میان داخلش و تهران شیراز و درود بر شما. خوبید؟ خوب اینجا کجاست؟ ما اومدیم اینجا. اینجا کجاست؟ سرایان کجا میشه؟ جلوتر بیا تو گوشان سنگیز. سرایان کجا میشه؟ کجا میشه؟ سرایان دیگه، اسم شهر سرایانه. بسیار عالی. خراسان میشه؟ خراسان میشه؟ خراسان جنوبی میشه. بله بسیار عالی. جز استان بیجند. آفتاب گرفتین ها؟ بله.
ایدی هستم، مسئول میراث فرهنگی شهرستان سرایان. مجموعه بناهای تاریخی شهرستان سرایان که هم از بازارچه صنایع دستی شهرستان، آبانبار، حمام کاروانسرا، مسجد جامعه شهر سرایان توی این مجموعه بناهای تاریخی شهرستان سرایان واقع شده. یار جانی یار جانی، آی به دنبال بر نمی گرده جوانی با. ای تنور تافته ای از کنده تاق، ای می سوزم تماشا می کنی یار. ای حتما از آقا آقای علیپور چند سال این کار انجام میدی؟ زیاد ما پدر بابانم شغلش همین بوده، ولی بعد هم مدت ما تعطیل کرده بودیم، جوانیمون باز از نو زده بیکار. حالا هم که سال خشکیه دیگه. سال خشکیه. بچه هم اینجا این؟ بله بچه. اینجا کجاست؟ سرایان. سرایان. بله. چقدر با بیرجان فاصله داره؟ 161. 161. بله. بسیار عالی. این گفت فرمودین چیه؟ اینا بهش میگن خمره. از اینا سه نوع داریم. مدل کوچکتر از این هست، کوزه بهش میگن، برای آب مصرف آب استفاده میکردن، بیرون میذاشتن سرد میشده از آب استفاده میکردن. اینم خمره، داخل جو، گندم، ارزن، مواد غذایی میریختن و هر زمان لازم داشتن یه دریچه کوچیکی داشته که از اون دریچه خالیش میکردن. آره. و یه مدل دیگهش هست، این سفالیشه، اون یکی کوزش هم سفالیه، این حالت گلیشه. اینو برای مصرف نمک استفاده میکنن، بخاطر که نمک خودش رطوبت داره پس میده، از نوع گلیش استفاده میکردن. کجاست این منطقه؟ توی منطقه خراسان، خراسان جنوبی، شهرستان سرایان. ای انار خوب از سرش برکنده باشد، آی جوان خوب است لبش پر خنده باشه.
سلام. مگه سرما سرمالی مهرکه خوبی هست؟ خیلی حال شما خوبه؟ سلام. خوبی قربان؟ اینجا کجاست ما اومدیم؟ اینجا چرمه. بلندتر بگیم. روستای چرمه. چرمه. نگاهی رای پایی میکنم من، نگاهی مرغ مایی میکنم من، اگر دونم که دل بر کی می آیه، سری رایش گدایی می کنم من. سلام علیکم. حال شما خوبه قربان؟ بفهمی همسر شما حول بافی میکنن؟ همه گوش ها مشکل داره. سلام. از قدیم الایام توی روستامون خیلی همه، یعنی روستایامون کلا خانوما کارشون چادر شب بافی بوده. مثلا برای لحافتایی که میخواستن ببندن یا برای شال، برای مثلا حتی میخواستن نون بگیرن، پارچه به عنوان پارچه استفاده میکردن و حتی رو سرشون مینداختن به عنوان چادر. اینو به عنوان چادر حتی استفاده میکردن تو قدیم. چند سالته مادر من؟ چند سال؟ چند سالته؟ 70. خدا سلامتی بده شما. بعد کار هول بافی انجام میدین؟ هول بافی میکنم، تو بافی میکنم، کشاورزی میکنم، طالق میکنم، دوله خیلی کشاورزی سندی و خویه شد. اخو نباش. من تکیاره نباش. عزیزم شهرو میرم، شهرو میرم، ای وای گل من، ستم بر من نکن که رفتنیم، با خدا یار گل من. خدا قوه. بسته نباشی. سلامت باش. این الان چیه؟ زمینی چیه؟ زعفرانی. زعفرانی. چی کار میکنید الان؟ ما خواهر آب بریم جوش باز میکنیم که آب بره، برفا میریم کنار. آها. Thank you.
بفرم. سلام. 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 سنگ میتراشی به وقت سنگ دفتاس و آوه نمیتراشی. آه سنگ میتراشی؟ بله بله. سنگ برای کجا؟ برای؟ برای دستاس که بلغور میکنن. آوه برای کن میکنن. اما برای آرد کرده؟ بله. گندم آرد کرده؟ بله بله. خودت انجام میدونی؟ بله. اینا خود ما انجام بله. اینا یه الان دوبره هم میخوام بکنم. دستاس شده. ایمان بیمانی سوراخ کرده. کسیز کنم. برسن. ایمان الان بلغور. چیز کنه این الان خود الان چند سال این کار انجام میدی؟ یه منونه از پیش که بابا زنه ما الان 20 سال شده این کار بابا تا این کار میکنه؟ بله بابا مثلا آسیا آبی داشته همین کار چند میکنه مامان هاون درست میکنه اینو هاون درآمدت از همین راست؟ درآمد همه بعضا درآمد بعد خوبه درآمدش خوبه؟ درآمد خوبه درآمد خوبه این این نماد کوه، این نماد رود هستش، این نماد انسان در حال سجده. و این کیسه ها خودش باز یه بندایی داشت که روی این بندا یک گرهی هست معروف به گره سرشتی، البته در منطقه خودمون معروف به شمسکه. این گره سرشتی از سه نخش و دو نخ، این گره روی این کیسه. اسمش چی بود اسم شوهره؟ عباس، اودر عباس، عباس دوست داشت؟ بله تو هم دوستش داشتی؟ بله الان ناراحتی که نیست؟ حالا خب بله با اولیه؟ اکلا سیر مخونم اولیه حسودی نمیکرد بهت؟ نه تو هم حسودی نمیکردی بهت؟ نه با هم صلح و صفا میکردی؟ ها با مامان گفتم بابا گلاب، مامان گلاب بابا گلاب، مامان گلاب بله مامان لیلی بود مامان گلاب شما این؟ بله پس بچه هات اینطوری شدن؟ بله بچه هم مامان پنج تا بچه هات از دست دادی؟ بله اونم دکتر نبود آره اون قدیم ها دکتر نبود؟ نبود دکتر حالا که دکتر خانواده از برد نمیره الان پولش نیست خب از شوهرت عباس چیزی بهت رسیده؟ پولی چیزی بهت رسیده یا نه؟ 4 ساعت او بوده بچه ها براشو اندر خوردم 4 ساعت او از موتور کمرود 74 گوسپند بودم از خودم مال پدرم زمین پدرم 2 ساعت او رشته او هم از بستاق پرختم خوردم ما ندیدیم چیزی شما بیایه اینا بیایم دوست و ممدرست و ممدرم که ما بر زندگی میکنم آها 4 ساعت آب و گوسفند و اینا بهت داده بود ولی کسی دیگه فروخت خورده بله بچه ها برادر شوهر میخورد بچه های برادرش خورده بله عجب ظالمانی هستن بله آها همه رو دود کردن بله نرخ خدا با نگرش حالا مریم باید پسر عمومه
باز پاده دو گذاشته که ماریه ای رو هشکی مالی بده. اسم چیه؟ کلسوم اکبری رمضانی. کلسوم جان شما خیلی زیبا هستی، خیلی خوشگلی. بلا خوب پیش بهشتر جدو مازندران گلستان بکنم یه ما خودمون برای سافاری فقط یه مسیر رو در نظر گرفتیم، فقط از همون مسیر میریم که همه جای محیط زیست خراب نشه، به هر حال زشت همه جا رد چرخ ماشین باشه یا بوته‌ها هست اینجا دام به هر حال هستن چرا میکنن و حیفه که همه جا رو دست بزنیم. یه مسیر مشخصی رو در نظر گرفتیم، همونجا رو میریم. به بقیه آفرودرام توصیه میکنیم فقط تو همون مسیرهایی که تعبیه شده استفاده کنن، ولی خب ماشین سواری، پیاده روی و این جور مسائل تو ماسه ها خیلی لذت بخشه، مخصوصا برای عکاسی خیلی منظره قشنگی داره. خیلی جای خوبیه. از یه طرف مشرفیم به دریاچه نمک، از یه طرف نزدیکیم به دق، از یه طرف به تپه های ماسه‌ای با کمترین فاصله، یعنی ما کم جز محدود اقامتگاه هایی هستیم که یه خانواده که بیان اینجا خیلی راحت میتونن بچه هاشون رو اینجا بذارن و خودشون برن بالای تپه ها و با خیال راحت برگردن. هم بسته دارم. عکس به اسم ایران ترک بود، مدیر عامل معدنه سنگ چیز بود، اسم خوبی داشت، اسم اون سنگه، هرچی،
اینم گفت آره مشکوک و فلان. ما بیاریم اینجا بگیریم. کجا؟ نه نه نه. آره راست. برای ما هم بهتر که چند فضا. بیاریم اینجا همه اونا رو بیاریم اینجا. اینجا میخواد. بیاریم اینجا. پسر خوب خانواده. اینم که سیاه چادر عشایریه. حالا در قدیم برای بحث دام و عشایرها خیلی استفاده میکردن، یعنی عشایر ما کلن داخل همینا زندگی میکردن. حالا بعد با پیشرفت و اینا که حاصل شد یک جانشین شدن و خونهای گلی درست کردن، ولی هنوز هم تو همین سقله ما عشایرهای عزیزی داریم که با همین سیاه چادرها زندگی میکنن. جامعه خوست هستش که یکی از قدیمی ترین بناهای شهره و خب آبنبار هم در کنارش هستش و تقریبا میشه گفت بافت تاریخی مجموعه کاملی از مرحوم محیط شهری که قدیم بوده، مدرسه داشته، حمام، آبنبار. شهرستان خوست به دیار چهارفصل گردشگری و دیار گلهای نرگس مشهوره. مکانی هم که الان در اون هستیم در بلندای بافت تاریخی خوست که مقبره ابن حسام خوستی در اون واقع شده هستیم. این شاعر که خب در قرن 8 و 9 هجری قمری زندگی میکردن کتابهای بسیاری رو داشتن. خب خوست رو میشه باید گفت که یک پکیج کاملی از گردشگری عنوان کرد. خب ما در بحث گردشگری تاریخی، خب بافت‌های تاریخی با ارزشی در سطح شهرستان داریم که از جمله اون بافت تاریخی خوست هستش که خب در دل شهر واقع شده و تقریبا دست نخورده هست و مردم هنوز در اون زندگی میکنن و اون فرهنگ قدیم خودشون رو در این بافت حفظ کردن. این خواست
خوب گیر ما نکنیم. خدا قوه. سلام. حال شما؟ خوبید قوه؟ حال شما خوبه؟ سنگ‌های نیمه قیمتی در کویر خراسان و در کویر منطقه خور و شهرستان خوست یافت میشه. این سنگ‌ها سنگ‌های متنوعی که خدمت شما عرض کردم، همین سنگ‌ها انواع سنگ‌ها هست. این سنگ‌ها مثلا سنگ‌های تزئینی مون گفته میشه، اینا رو پولیش دادیم. این مثلا یه سنگه، آقای خدمت شما عرض، این سنگه بله اصلا مشخص نمیشه. سنگ بزرگیش هم میگم این سنگ، کلیت بزرگی سنگه، نزدیک 38 کیلو وزنش. ما اینو اسلایس می‌کنیم، این خود سنگ. این سمت شما پولیش زدی، این سمتش پولیش نخورده است. همین رو ما اسلایس میکنیم، ورق ورقش میکنیم، در هر اندازه‌ای که خواسته باشیم، نگین یا گردن آویز ازش در میاریم. اینا نگین قرمز طبیعی 100% طبیعی که الان کل بازار نگینش همه یا رنگ شده یا حرارت دیده، ولی اینا نگینش 100% طبیعیه. ماشین همش خراب. خدا قوه. حال شما خوبه؟ سلامتی ان شاء الله. سلام سلام. سلام. حال شما خوبه ان شاء الله؟ تشکر. شما خوبید قربان؟ تشکر. خوش اومدید. اینجا کجاست ما اومدی؟ اینجا از امروز با سعادتتون از استان خراسان جنوبی، شهرستان خوست، دهستان خور. خور چقدر زیباست خور آقا. خودتون زیبا هستین، چشاتون زیباست عزیزم. برای چی اینگه کوچه ها رو خوب درست کردن؟ خودتون خواستید یا اینا یه تحریب بود که برای اینکه اینا میده مردم در سر چیده بودن و رفتم بیرون، دستور دادن که مثلا کار کنه که روشن شه مردم فراکندنشن. آها، بخاطر اینکه مردم نگه دارن. ها مردم نگه دارن. حالا تأثیری داشت؟ تأثیر بله، نسبا که رفتن مثلا بالاها خونه گرفتن، منزل گرفتن، نسبا گیدن تو سراها هستن به سر میکنن. بسیار عالی. شل پیرم گیدن بچه ها ملازه بار میکنن، مالمون تو سرا جا بدن. خدا خیرت بده، خدا سلامتی بده به شما. آقا دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. خیلی محبت کردید. خوشحال شدم. شما بخیر، سلامتی باشید. سلامت باشید. خدا نگهدار.